زمان چقدر زود می‌گذرد. وقتی به قصر اردل آمدم با یک دختر کوچک روبرو شدم، قدرتمند، نترس، اوه و خیلی لجباز. خیلی دنبالم دویده ای. شمشیر به دست هر روز تمرین می کردید. شاید کاری که هیچ کس نتوانسته این بچه بتواند انجام دهد، شمشیرتان را رها کنید. در اصل اکنون با آن احتیاج دارم، برای محافظت از او. بیا. گلبهار سلطانم. سینان پاشا، خوش آمدید و صفا آوردید. خوش باشید جناب شیخ الاسلام. ببخشید سلطانم، پیشتر خواسته بودید با من صحبت کنید، شرایط اکنون مساعد شد. نمیخواهم مقدمه چینی کنم جناب مفتی. شما نیز خوب آگاهید که دوران سلطان مراد و والدش کوشم سلطان دیگر باید تمام شود. وضعیت اصلا خوب نیست. تصمیماتی که سلطان مراد میگیرند همه ما را دچار فلاکت میکنند. میدانیم که شما نیز از این وضعیت راضی نیستید. معنای این چیست؟ متوجه نمیشوم از من چه میخوایی؟ اگر به من و پسرم کمک نمایید، خواهید دید ارزش واقعی شما چقدر است. تنها راه برقرار کردن نظم حکومت به سلطنت رسیدن شاهزاده ام بایزید است. اما سلطانم، شما از چه صحبت میکنید؟ این حرفا همه گه ما را به کام مرگ میبرد. در واقع اگر کاری نکنیم کشته خواهیم شد. سلطان مراد به هیچ کس رحم نخواهد کرد. تا دیر نشده باید سرنوشت خود را خود تعیین کنیم، وگرنه مزار نیز نخواهیم داشت. موانع را بررسی کردیم پاشا، نمی توانند از آن بگذرند. هفته ها و حتی ماه ها می توانیم مقاومت کنیم. انقدر ها طول نمی کشد. حتما دوستان ازبکمان ما را یاری می دهند. وضعیت چیست حسین آقا؟ توضیح بده. طبق دستورتان با احمد پاشا ارتباط برقرار کردیم. ارتش الیاس پاشا از هم پاشید. نادان، وقتی فهمید شکست می‌خورد، نیروهای باقی مانده را به قلعه پرگاما برده است. پس به اینجا پناه آوردن. قلعه تحکیم شده. توپ‌هایشان قدرتمند است. الیاس پاشا نیز غره شده. از قلعه بیرون نمی‌آید.
اگر او نیاید ما می رویم داخل. لالزار، وضعیت سلطانمان چیست؟ بیدار شدند؟ بیدار شدند، اتفاقی افتاده؟ والله دیگر نمیدانم چه کنم. غلامان گفتند وضعیت شاهزاده قاسم اصلا خوب نیست. اکنون باید به سلطانمان بگوییم. اگر اتفاقی برای شاهزاده بیفتد ما بیچاره میشویم. نه، نمیشود. ما باید راه چاره‌ای پیدا کنیم. حکیم ها را میفرستم شاهزاده را معاینه کنند. اگر وضعیت بد بود آن زمان میگوییم. حاجی آقا، قاسم چطور است؟ این خاتون است. او بدکار است. بدکاری قصر آینه اوست. ای بدکار از اینجا برو. همه بدانید و آگاه باشید. برو ای بدکاره. بدکاره. همخواب سرور ما شده و بی هیچ شرمی به میان مردم آمده. اینجا جایی برای تو نیست. بدکاره پست. بدکاره از اینجا برو. اینجا جایی برای تو نیست. اینجا دور شو. از اینجا برو. اینجا جایی برای تو نیست. بدکاره. درب را باز کنید، میخواهم شاهزادم را ببینم. ببخشید سلطانم، لکن ممکن نیست. تو کی هستی که از دستوراتم سرپیچی میکنی؟ فوراً درب را باز کنید. اگر برای پسرم اتفاقی بیفتد با دستای خودم جانتان را میگیرم. درب را باز کنید. جناب کماندار، شما اینجا چه میکنید؟ در حرم چه میکنید؟ درب را باز کنید. قربان، درب را باز کن. مردم دیوانه شدن. با عرابه برمید. نگهبان، نگهبان، مراقب باشید. Oh!
بیا برویم. اسارت تمام شد. دیگر هرگز به این دخمه باز نمی گردی. سلطانم، سرورمان دستور اکید دادن. نمی توانیم اجازه دهیم شاهزاده من بیرون برون. نمی شود والدم. سرورمان مرا می کشد. خیر، چنین نمی‌شوم. تا وقتی من زنده هستم کسی نمی‌تواند به تو آسیب برساند. والدم، سرور من تصمیم گرفته، کسی نمی‌تواند مخالفت کند، حتی شما. الیاس پاشا، محمود آقا آمده. از افراد سینان پاشا در اردوگاه. خدمتگزار وفاداری است. چه شده این وقت شب؟ اطلاعاتی آورده ای؟ پاشا، سلطان مراد با اردوگاه آمده. شخصا فرماندهی محاصره را انجام میدهم.
عجب. کجا دیده شده یک پادشاه برای سرکوبی اوسیان بیاید؟ اینطور که پیداست میخواهد خود را ثابت کند. بگذارید بیاید. شورش ما با آسانی سرکوب نمیشد. جناب شاهزاده با یزید نیز اینجا هستند. عالی است. شاید جلوس شاهزاده من را همینجا انجام دهیم. زیرا سلطان مراد در اولین جنگی که آمده کشته خواهد شد. اینجا هستم. اینجا آروم باشه. نگران نباش. تو بخواه. آرام باش. چه شده؟ آرام باش. مادم. آتیکی. نونو چه شده؟ ما چرا اینجا هستیم؟ بگو. پرنسس. فرزندم آری فاریه، متاسفانه در آن تهاجم منفور فرزندت سقط شد. دیگر باردار نیستی. اینطور برایتان توضیح میدهم، برای اینکه مفید باشد تمام اطلاعاتی که از شاهان اکنون و قدیم هست را جمع آوری کردم. اینجا تمامشان ثبت شده. میدانید که قلعه سال هاست که محکم و استوار بوده است. اولیا توضیح بده، آیا چیزی پیدا کردی؟ پیدا کردم سرورم، پیدا کردم. اینطور توضیح بدم که سرورم، یک سیاح در کتابش از راه گذر آب که دقیقاً از قلعه میگذرد صحبت کرده. دقیقاً اینجا طبق روایت ها در دوران اسکندر بزرگ این راه به عنوان راهی مخفی استفاده می شده. راه گذر آب کجاست؟ سرورم از اینجاست، در ورودی قلعه از قسمت شمالی. هزار فان چلبی، این همه وقت گذشته، حتما آن را مسدود کرده. آری من نیز همین را گفتم. گفتم صدها سال گذشته، حتما بسته شده. ولی ما رفتیم آنجا را دیدیم، بسته بود. اما سرورم، اگر آن را بکنیم دوباره باز می شود. باز می شود. کار بزرگی انجام دادیم. با کمک شما گویا می شود مسیر جنگ را تغییر داد. انشاءالله. سلاح دار، فردا همه را جمع کن. امرم به پادشاه من است. سرورم اینجا را هم نظاره کنید، درست اینجا و اینجا. توضیحش کامل هست. خداوند صبر دهد. باید صبور باشی. افسوس که به دنیا نیامدن نوام در سرنوشتش بوده. سرنوشت؟ اون سکاراه من رو بستند،
مانند سگ‌های گرسنه به من حمله کردن، مرا تنها دیدند، فرزندم رو به قتل رساندند. آن وقت شما به این میگویید سرنوشت سلطانم؟ پرنسس، باید استراحت کنید. برای اینکه آرام شوی میگویم، کسانی که باعث این اتفاق شدن جزایش رو عیناً میکشند. میدانم کار تو کسی است آیش سلطان، کار اوست. والدم حقیقت دارد؟ از کجا معلوم کار او باشد؟ اگر چیزی میدانی بگو. بگویم چه فرقی میکند سلطانم؟ اگر در مقابل چشمانتان هم بود از او حمایت میکردید، و من باز مانند همیشه مقصر میشدم. این را با کارهای گذشته مقایسه نکن. تو در وجودت منصوب خاندان را داشتی، کسی از خون مرا. اگر کار آیشه باشد، آیشه دستور داده باشد، او را هیچ کس نمیتواند نجات دهد. حکیم ها صحبت کردم سلطانم، به صورت قطعی سقط شده. دعا کند زنده است. نزدیک بوده بمیرد. کماندار آقا به موقع رسیده و نجاتش داد. باید میگذاشت تا بمیرد، بالکل از او رها میشدیم. والدم، وضعیت فاریا را شنیده ای درست است؟ شنیدم سلطانم، چوب خدا صدا ندارد، تاوان گناهانش را اینطور داد. افسوس. یعنی میگویی به تو ارتباطی ندارد؟ خیر اصلاً، آخر مگر میشود؟ چرا نشود؟ پیشتر قصد داشتی خاتون را بکشی. حقیقت را بگو و مرا سردرگم نکن. واضح هست از او خوشم نمیآید. بمیرد هم برایم مهم نیست، لکن خاتون باردار بود، یک تکه از جان سرورمان در وجودش بود. چطور می شود چنین کاری کنم؟ ممکن نیست. انشاءالله حقیقت رو گفته باشی، وگرنه تو را به سرورمان نمی سپارم. دیگر حتی روی فرزندانت را نخواهی دید. کجا اینطور خیره شده ای کماندار؟ سلطانم، ببخشید متوجه آمدنتون نشدم. تو هم میبینی نه؟ هر زمان سرورمان از پای تخت میرود، مصیبتی بر سرمان میآید. متاسفانه من اصلا نمیدانم چطور باید به سرورمان توضیح بدم. تو تقصیری نداری، مردم یورش کرده و همه را ویران کردند. اگر تو نبودی جانش را از دست می داد.
به شیرمردم گفتم، گفته بودم نبود از خطر بزرگیست، لکن گوش نمیدهد. پناه بر خود. شبها خواب به چشمم نمیآید. یک فرزندم به جنگ رفته و بازگشتش مشخص نیست. دیگری نزد عموی مجنونش است، آنجا محبوس شده. میگویم بیا بیرون، از ترس نمیآید. تمام مصیبت ها یک بار بر سرمان آمد. شما خود را ناراحت نکنید سلطانم، حتما نظمی در امور برقرار خواهد شد. وضعیت چطور از حکیم خاتون؟ تمام دیشب مراقبش بودیم سلطانم. خون ریزی ادامه داشت، به سختی بند آمد. حالش خوب می شود، ولی اصلا ممکن نیست بعد از این صاحب فرزند شود. پرنسس، دیگر صاحب فرزند نمی شوم. آری واریا، اصلا نباید از خدا و نامید شد. خودت را ناراحت نکن. حق با سلطان من است پرنسس. خداوند شما را به ما بخشید. مرا تنها بگذارید، بروید بیرون. همه بروند بیرون. حکیم خاتون، داروهای آرام بخش را آماده کن. کشم سلطان من چرا ما را خواستند؟ خبری از سربرمان رسیده است؟ موضوع درباره تهاجم به سوی پرنسس فاریاس جناب یحیی. این موضوع چه ارتباطی به ما دارد؟ مردان دولت امور مهمتری ندارند که انجام دهند؟ خاتون نور چشمی پادشاه هستند جناب مفتی، و در وجودشان جانی از خاندان من را دارند. مگر ممکن است؟ کجا دیده شده یک پادشاه با یک خاتون آزاد چون این رابطه ای داشته باشد؟ به علاوه خاتون پرنسس است و منصوب خاندانی دیگر. این سخنان خطرناک است جناب عالیزاده. شما عادت کرده اید در هر موقعیتی حرفهای خطرناک بزنید. تعظیم، والد کشم سلطان وارد می شوند. جناب شیخ الاسلام، آقایان، پاشاها، همه شما تهاجم به نور چشمی سرورمان را به خوبی می دانید. افسوس که آن فرزند مرده است. کاری که با فرزند در راه خاندان انجام شده هرگز مورد قبول نیست. مردم چطور می توانند چنین کاری کنند؟ و حتی شما چطور اجازه می دهید چنین کنند؟ این خاتون است، بدکاری قصر آینه اوست. چون به تو قصری خصوصی داده، خودت رو مهم میده. سرور من تو رو در اینجا حبس کرد. اینجا جایی برای تو نیست. معشوقه هست شدی. بدکاری قصر، به خاطر تو زندگی من نابود شد. گم شو از این قصری رو، برو. خودش رو نکنم. خودم خفه میکنم. اصلا ممکن نیست بعد از این صاحب فرزند شود. من اصل هستم.
کار اوست. سلطانم، من نیز از این حادثه ناراحتم. این وضعیت اشتباه مشکل ساز خواهد شد و چون این چیزی قابل قبول نیست. این وضعیت اشتباه چیست؟ از رابطه جناب پادشاهمان با پرنسس صحبت می کنم سلطانم. واضح است که شرعی نیست، رابطه‌ای نامشروع شکل گرفته. وقتی شخص پادشاهمان اینطور مناسب دیدن، دیگران چه حدی دارند؟ میبخشید، ولی مرحوم جناب ابو سعود گفتند نسلی که نامشروع است به دست پادشاه مشروع نمی شود. کسان این وضعیت را فرصت دانسته، آتش فتنه را روشن ساخته و جاهلان نیز به دنبالش رفتند. جناب مفتی، دقت داشته باشید که از چه کسانی دفاع میکنید. من از کسی دفاع نمیکنم. بدون شک این تعرض جرم است و مجرمانش نیز مجازات میشوند، اما تعدادی بیخبر هم شریک هستند. آن بیخبران هم تاوان پس میدهند. هر که در این مسئله دست داشته، مخصوصاً کسانی که آتش فتنه را روشن ساختند، با جانشان تاوان میدهند. سلطانم، میبخشید، باید مجرمان را از جاهلان جدا کرد. پس مجرم را پیدا کنید و بیاورید. در غیر این صورت سنگ روی سنگ و سر روی تن نخواهم گذاشت. سینان پاشا. والده سلطانم. امرم را تمام جارچیان پایتخت بدانند. اگر آن افراد را خود مردم نیاورند، خودم با دستان خودم سر آنها را خواهم زد. اطاعت می شوم سلطانم. سلطانم، قاصدی برای سرورمان فرستادم. باید در جریان امور باشد. کار درستی انجام دادی. باید در جریان باشد. حتما بسیار عصبانی می شود. جناب مفتی را دیدی؟ سلطانم، توهین کردن به سرورمان درست نیست. نمی توانم بپذیرم. وقتی میدان را خالی می کند همین می شود. به او هشدار دادم لکن گوش نمی دهد. باید عیناً مجازات شود. تحقیقات را تو رهبری می کنی. اگر ردش تا حرم بیاید چه سلطانم؟ حتی اگر آیش سلطان است، هر احتمالی را بررسی کن. سلطانت کجاست؟ بگو پرنسس چه میکنید؟ رهایم کنید. گفتم بگو. هنوز خوابیده؟ میخواستم از او عیادت کنم. حکیم ها دارو دادن، خوابیده است. سلطانم، فاریا خاتون رفتند. میخواستیم مانع شویم لکن نتوانست. آیش سلطان نزد آیش سلطان رفته. خدا رحم کند، دیوانگی نکند. Thank you.
میکنم این کارا نکنید. لطفا صبر کنید فاریا خاتون. چه شده سلطانه؟ فاریا خاتون سلطانه صبر کنید. این کارا نکنید فاریا خاتون. تو اینجا چه میکنی؟ کار تو بود، فرزند من رو کشتی. من هم تو رو میکشم.